درفت با تیم‌های آسیایی در ای فوتبال 22. سلام و درود خدا بر شما باد. داخل این ویدیو داستان از این قراره که آقا من گفتم چرا باید فیفا 22 درفت داشته باشه ای فوتبال 22 نداشته باشه، عدالت کجا رفته؟ گفتم آقا ما باید درفت درست کنیم واسه ای فوتبال 22. گفتم چیکار کنیم چیکار نکنیم. اومدیم توی این ویدیو با تیم‌های آسیایی که به جام جهانی 2022 قطر راه یافتند درفت بریم. اگرم نمی‌دونید درفت چیه، داستان اینجوریه که از این تیم‌های آسیایی که من بهتون گفتم به صورت رندوم، مثلا ما میایم اینجا، مثلا کشور ایران در اومد، مهاجم در اومد، ما باید بریم توی ای فوتبال بازیکن مهاجم ایرانی بخریم بذاریم توی ترکیب و همینجوری ترکیبمون رو بچینیم بریم به صورت آنلاین بازی کنیم ببینیم که میتونیم رقبا رو شکست بدیم یا شکست میخوریم. بریم واسه پیدا کردن اولین بازیکن. اما من اینجا یه دونه رندوم میزنم که بچرخونه که نگین حالا مثلا تو ایرانو 100% انتخاب کردی. من مثلا میام 5 میزنم. عربستان، یه بازیکن عربستانی، بازیکن عربستان دفاع، مهاجم یا هافبک بگیریم. دفاع افتاد، مهاجم، دفاع، بازیکن عربستانی دفاع. ببین ما بهترین گزینه‌مون اینه، 5900 قیمتش هم خیلی مناسبه. یاسر شهرانی برو توی ترکیب. دوباره یک بر میزنیم چون دوباره هم میتونیم از عربستان بگیریم. باید یه بر بزنیم دوباره ببینیم. بازیکن بعدی من شماره 2 رو انتخاب میکنم، استرالیایی. خب استرالیایی دفاع یا مهاجم؟ استرالیایی دفاع. استرالیا دفاع میتونم چون دفاع اومده میتونیم دروازه‌بانم برداریم. بابا دروازه‌بان برمیدارم، دروازه‌بان. آقا یه رایان اگه اشتباه نکنم برو توی گل. خب تیم بعدی من 6 رو انتخاب میکنم ببینیم که کدوم میفته. دوباره بازیکن استرالیایی دفاع ننداز دوباره تو رو خدا. آقا دفاع استرالیایی دیگه بهتر از این ندارن. بازیکن بعدی بره توی دفاع. شماره 3 رو عربستان بد داره میده. این نفعه یه دونه مهاجم بده چون هر کی دوستای دوباره دفاع ندیا. محمد برو توی دفاع. آقا جان هرگی دوستاری این دفعه ایران بده. من احساس میکنم که این دفعه یا باید ایران، ژاپن یا کره بده. دو تا ضعیفترین تیما رو بهمون دادی. برو بزن. قطر خوبه. قطر یا هافبک بده یا مهاجم. قطر مهاجماش خوبه. اکرم عفیف رو میگیرم مهاجم. بکنی مشکوک نیست. این فقط خوبه تو از صد دم بازی میکنه. خوخی برو تو دفاع. نفه ایران رو باید بگیریم ما. من روش میبرم فکر کنم این ایرانه. قطر باز خوبه. دوباره میچرخونم. آقا رو دفاع بیفته خدا وکیلی دیگه نمیشه. جان من مهاجم، جان مهاجم قطری. اکرم عفیف بیا. اکرم عفیف یا الماز علی. اکرم عفیف رو میگیرم برو تو ترکیب. آقا تا اینجا که خراب کردش، نه ایران داد نه ژاپن داد نه کره، بهترینان از بدترینا بهمون داد. قطر خیلی خوب بود. حالا احساس میکنم 1 دفاع نمیتونی بدی، دفاع نمیتونی بدی. مهاجم، استرالیایی مهاجم. خم استرالیا مهاجم داره، یه مهاجم درست همین در استرالیا. نگاه کن آخه تو یه دونه مهاجم پیدا کن تو استرالیا، همش یا دفاعه یا دروازه‌بانه. برو تو ترکیب. اومد تو ترکیب. آقا راستی هم بهتون بگم که ما نباید 11 تا انتخاب کنیم، باید تعویضی هم انتخاب بکنیم. یعنی 11 تا تو ترکیب و 7 تا هم تو تعویضی که در مجموع میشه 18 تا بازیکن باید انتخاب بکنیم که الان 7 تاشو انتخاب کردیم و کلیش مونده. آقا خدا وکیلی ایرانو نمیده، خیلی بده. نه ژاپن داد نه کره نه ایران. ژاپن جان من، یه هافبک، یه جو هافبک ژاپنی بده دائما. وای دفاع آربیه خیلی خوبی دارن دفاعشون، ولی مثلا این سی بی هم خوبه ها. 73 این گرونه، الکی گرونه. من احساس میکنم 75 انقدر گرون نباید باشه که. عزیز دلم آقا یوشیدا برو تو دفاع. این از یوشیدا، یوشیدا رو میارم به جای آها. یه دونه ایران تارمی آزمون بگیریم کار تمومه. 5 جای چرخ نزدیم، زدیم 3 رو نزدیم. پس بچرخون ببینم ژاپنی چی میده بهم. ببین فکر کنم دیگه دفاع نباید بگیریم. چرا میتونیم یکی دیگه دفاع میتونیم بگیریم. این گندت بزنم. اینو میگیرم آقا، آربیو میگیرم، این آربیه رو میگیرم، گرونه ولی میگیرم. تومی یاسو، الان تومی یاسو رو خدا وکیلی دیگه باید به جای آقا محمد تعویض کنیم. خدا این ایران نیاد من اسمم عوض میکنم. نه عوض نمیکنم، الکی جوگیر نشین. سون بده تمومه. بچرخون ببینیم چی میده بهمون. وای 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 مهاجم سون بیا تموم، اصلا حرفشون نزن. اوه
اوه 300 تاست آقا، خیلی گرونه، خیلی گرونه. نمیسر 300 تا نمیسرفه واسه یه دونه LMF. تازه ما غلط کردیم، یکی این دوستاتو میگیریم، همین کافیه. یک دو سه اینم اومد تو. اما اکرم عفیف هم داریم اینجا. اکرم عفیف 73 اسپید کدوم بیشتره آقا؟ این دیگه ایرانو بده، همه رو داد یه دونه ایران نداد بهم. گندت بزنم، خیلی بد داره میده. هاف بک بده رو، نمیخوام مهاجمم عربستانی در بیاد، چون میدونم ایرانی مهاجمای قوی RWF باید بگیرم دیگه. الموالد اینم از این و میارمش تو ترکیب. داریم به بازیکنای پایانی میرسیم، یه ایران بدیم و رفتیم. یه ایران، ایران رو داد بالاخره. حالا اینجا هر چی بده ایرانیا خوبن. گفتم به موقع ایران رو داد بهمون، به موقع داد قشنگ. حالا من همین میتونم آزمون بگیرم، همین میتونم تارمی بگیرم. آها آزمون 47 تاست، تارمی 32 تاست. من ترجیح میدم آزمون رو بگیرم. آزمون برو توی ترکیب. حالا یه دونه مهاجم میخوام، دو تا هافبک. اگه یه مهاجم دیگه بگیریم دیگه تموم میکنم کارو. احساس میکنم ایران اینجا باشه. کره، اگر این هم مهاجم بده دیگه ما مهاجم نباید بگیریم. مهاجم نداد، مهاجم دادینم و بقیه شو باید هافبک بگیریم. خب آقا ما باید 100% مهاجم نوک بگیریم، چون مهاجم نوک خیلی اصلا نداریم یه دونه داخل ترکیب. و ما باید آقای کیانگ یوجون رو بگیریم. حالا ما فقط هافبک میخوان دیگه، باید فقط اینجا انتخاب بکنیم، فقط تیمش مهمه. ایران آقا جهان بخشو میتونم بگیرم هافک، نظرتونه؟ قدوس هم خیلی خوبه، قدوسو میگیرم چون ما AMF میخوایم، ولی جهان بخشم میتونه AMF بازی کنه. نوراللهی آقا، نوراللهی، نوراللهی ما وسط میخوایم اصلا. نوراللهی بره توی ترکیب. اینم از احمد نوراللهی یه DMF هم بگیریم عالیه. ایران اینجا، مطمئنم اینجا، نه اینجا، نه اینجا، اینجا. اصلا استرالیا نشون میده انگار فوش میده، اینقدر بدم میاد از استرالیا. بازیکن‌ها همه دریوری. آقای مویا میگیریم. الان ترکیبمون تکمیل شده، فقط توی تعویضی ها سه تا تعویضی میخوایم. سه تا یعنی هافبک با یه دونه دروازه‌بان. قطر نه، مشکلی نداره، هافبک قطری. دی ام اف دار آقای بودیاف، کریم بودیاف. حالا کریم اومده، کریم بیا تو، اشکال نداره، بیا تو، بیا تو به جای آقای مویی که مو نداره. یه دونه هافبک، یه دونه دروازه‌بان. آقا آخرین هافبک بزن بریم واسه ایران. گم شد دایک تو روت. از استرالیا بگیریم بره دیگه. یا راجیک بیا دیگه. اینم راجیک گاو. سخت خورد. این آخری واسه دروازه‌بان، هر تیمی بیفته از اون تیم دروازه‌بان تعویضی میگیره. حالا شاید بیاریمش تو ترکیب. خوبه آقا، ژاپن دروازه‌بان آشغال داره. اینم از این، کل تیم تکمیل شد. ترکیب حریف رو ببینیم، ترکیب حریفمون، حریفمون آنلاینه. اوه اوه اوه، 2526 قدرت تیمشه. دائما خیلی قویه تیم ما، را کن قدرت تیم 1928. بریم به امید برد آقا، اینا رو بلش. احساس میکنم میتونیم ببریم، اگر جوری باشه که یعنی بازی بلد نباشه، فقط بازیکن یعنی گرفته باشه. میدونی چی میگم؟ بله پدرتو. آبا خاک تو سرت، من پاست ابله گاف. بازیکنای ما رو نگاه آخه، درون پدر و مادر دیگه. خب خب حالا شوتو اکرم، خوب اکرم. یه شجاع خلیلزاده میدادی به خدا بس بودش واسه دفاعمون، ندادی دیگه. یه سر نمیتونه بزنه ناکن، نمیتونه. اینزاگی جلوشه ها داداش، اینزاگیه. بام شو اینا بابا، اینزاگیه که اینزاگیه، مگه رونالدوه؟ رونالدو الگوش اینزاگی بوده البته، فکر کنم، نمیدونم، همینجوری یه چیز دارم میگم دیگه. ای خدا، وای دفاع بد داره باز میشه، پدر سگا. آهان یک گل، خوشحالی میکنم، قطعا خوشحالی میکنم. اینزاگی رو داشته باشیم به خدا هیچ کار نمیتونم بکنم، دیدی گفتم بهت. حالا بزن، وای اینزاگی، اینزاگی جان من، اینزاگی رو داشته باش. آهان ای خاک عالم، بیاین آقا اضافه شین خودش. حالا شوت، وای آهان عفیف، عفیف الاکرم. آقا 3-1 عقبیم، بده بهش تک به تک، بزن گلو. گفت
دو متر توپ رو انداخته جلو. بله نسبت رو گفت. بگی به کامو. هر ستاش هم اینزاگی نکن. 2-4-15 چجوری آخه ما گل خوردیم؟ آقا نورالایی نه. آقا اکرم عفیف بیا بیرون به جای ایشون. آقا خدا وکیلی داریم قشنگ بازی میکنیم مقابل همچین تیمی که من تیم اصلیم از این ضعیفتر از تیم مقابله این مقابلمون ضعیفتره. بده اکرم. اکرم سانت جان من قشنگ سانت کن. برو 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 زمینی. ناکن ناکن میخوام یه حرکت بزنم. ناکن آه الان میاد اینجا. بیا جلو. خدایی داری شانس میاره. خدا یه دونه نه دو حداقل دوتا رو باید میخورد. بده بهش. بزن آزمون. آزمون بزن. تمام. آزمون نبود. چقدر شبیه آزمونه این. سب کن دفاعمون داره داغون میشه. دفاع خیلی افتضاح نباید بشه. خب آقا مهاجمش رو تعویض کرد. اوبامیانگ فکر کنم آورد. یا ابوالفضل علی مدد. آهان حالا نوبت ماست. برو بابا ابله. برو آزمون بده بهش. بزن جان من گلو بزن. چه جوری در آوردی اینو آزمون؟ چی کار کردی آزمون؟ اوه 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 آقا بد زد. قرمز رو بده بهش. قرمز رو ندی خدایی بی‌عدالتیه. گم شو. و خیلی بد زد. من داشتم یعنی اصلا جلو میشکی نبود. دارم واسط پدر سوخته. برو برو جان من برو بگیرش. خیلی شانس آورد. خدایی خیلی شانس آورد. بازیش خوب نبود. فقط بازیکن داشت. اما پاس درست بده دیگه. متاسفانه ما باختیم. بعدم باختیم. خیلی شانس آورد. اگه دوست داریم واقعا باز دوباره درفت پی فوتبالی یا پی اس 21 بریم حتما توی کامنت ها بنویسید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب بشن یوتیوب فراموش نشه. فعلا تا ویدیوهای بعدی.